موږ راستاسو په مقابل کې د افغانستان او زموږ راستاسو د دین او وطن دشمنانو. در طول جنگ شوروی و افغانستان در دهه 1980 دوستم فرمانده منطقه شمال افغانستان در ارتش ملی بود. او فرماندهی حدود 20,000 سرباز عمدتاً ازبک را بر عهده داشت که علیه شورشیان مجاهدین می جنگیدند. وی دولت محمد نجیب الله را در سال 1992 کمی قبل از فروپاشیش ترک کرد و به مجاهدین پیوست و حزب جنبش ملی و شعبه نظامی خود را تشکیل داده و به عنوان یک جنگسالار مستقل در آمد. وی بعداً رهبر دفاکتوی جامعه ازبکستان افغانستان شد و کنترول ولایت شمالی این کشور و مزار شریف را در دست گرفت و با یک ارتش 40,000 نفری با تانک ها و جت های ازبکستان و روسیه شبه دولت خود را ایجاد کرد. وی در ابتدا از دولت جدید برهان الدین ربانی در کابل حمایت کرد، اما در سال 1994 حزب خود را تغییر داده و با گلبدین حکمتیار متحد شد. در سال 1996 او دوباره تغییر حزب داد و از ربانی حمایت کرد. در سال 1997 پس از آنکه عبدالملک پهلوان دستیار سابقش مزار شریف را تصرف کرد، وادار به فرار شد، اما بعدها مبارزه کرد و کنترل دوباره شهر را به دست گرفت. در سال 1998 امارت اسلامی این شهر را تسخیر کردند و او دوباره فرار کرد. دوستم در سال 2001 به افغانستان بازگشت و پس از حمله آمریکا به اتحاد شمال پیوست و جناح خود را در سقوط مزار شریف رهبری کرد. دوستم به طور گسترده‌ای به ارتکاب جنایات جنگی و کشتار جمعی دشت لیلی در افغانستان از دهه 1980 تا کنون متهم است. در سال 2018 دیوان کیفری بین المللی گزارش داد که در حال بررسی است که آیا دوستم در افغانستان به جنایات جنگی دست زده است یا خیر. وی به عنوان یک جنگسالار شناخته می شود که به خاطر همطرف شدن با برندگان در طول جنگ‌های مختلف در افغانستان شهرت دارد. او برای دولت کمونیستی افغانستان و بعدها برای شوروی جنگید و نقش مهمی در جنگ‌های داخلی افغانستان و جنگ‌های کابل داشت. در طول حمله آمریکا پس از 11 سپتامبر متحد اصلی بومی نیروهای ویژه ایالات متحده و سیا بود. افراد او نقش مهمی را در سال 1992 پس از سقوط شهر کابل ایفا کردند. در اپریل 1992 نیروهای مخالف دولت کمونیستی محمد نجیب الله به کابل نزدیک شدند. دوستم در آن زمان به احمد شاه مسعود و سید جعفر نادری مشاور امنیتی کنونی خود پیوست و آنها کابل را تسخیر کردند. او با حدود 4,000 تا 5,000 سرباز امراه با احمد شاه مسعود علیه گلبدین حکمتیار می جنگیدند و کنترل قلعه بالاحصار، تپه مرنجان و میدان هوایی کابل را به دست گرفتند. او پس از حمله آمریکا به افغانستان در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی از او حمایت کرد، اما بیشتر وقت خود را در ترکیه گذراند. وی همچنین به عنوان رئیس ستاد مشترک اردوی ملی افغانستان خدمت کرد، نقشی که بیشتر به عنوان یک سمت تشریفاتی استفاده می شد. در سال 2011 امراه با احمد ضیاء مسعود و محمد محقق ریاست جبهه ملی افغانستان را بر عهده گرفت. او در سال 2014 به عنوان معاون رئیس جمهور به دولت ریاست جمهوری اشرف غنی پیوست، اما پس از متهم شدن به تجاوز جنسی به شخصی به نام احمد ایشچی در سال 2017 مجبور به فرار مجدد شد. دوستان پس از توافق سیاسی بین رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در سال 2020 به درجه مارشال ارتقا یافت و در سال 2021 و در جریان تصرف افغانستان به دست امارت اسلامی در حالی که در ولایت مزار شریف بود مجبور به فرار از افغانستان و خروج از کشور شد و این چندمین فرار مارشال دوستم از جنگ و افغانستان است. نظر شما در مورد دوستم چیست؟